توی برنامه شهر لاستین بستی کمکی را با هم مشاهده کردیم. خانواده زیاد نیازمند بودن. آرزو میکنم خانواده‌ای که بیننده برنامه ما هستن و توان اقتصادی دارن و میخواین این خانواده را کمک کنن، بازم کمک‌های نقدی خود به بیات فاندیشن یا بنیاد بیات بفرستن و از طریق ما میتونیم خانواده‌های زیادتر و همچنین این خانواده را کمک کنیم. متاسفانه در شرایط فعلی در افغانستان خانواده‌های زیادی هستن که نیازمند هستن و نان خوردن شب روز ندارن. آرزو میکنم این مشکلات روزی با برکت از ماه مبارک رمضان که از بین بره و همه خانواده در رفاهی نسبی حداقل بتانن زندگی خود به پیش ببرن. برنامه ما تا ساعت 7 ادامه دارد. مهمان نهایت محترمی از روی خط اسکایپ با خود داریم، جناب استاد فروتن با ما هستند و میخواین در رابطه با اثرات استغفار در زندگی روزدار صحبتای داشته باشن. اینکه در این مغفرت است و استغفار در این دهه چقدر میتونه اثرات مثبت در زندگی روزدار داشته باشه، از مهمان برنامه میشنویم. جمشید جان، بله، موضوع خیلی خوب در برنامه شهر الله که اثر استغفار گفتن در زندگی روزدار که ما باید در ماه‌های روزه بدون از ماه روزه استغفار بگوییم و استغفار به خاطر بخشش گناه است. و خوشبختانه بگوییم که مهمان گرامی ما جناب مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن از روی خط اسکایپ با ما هست. سلام، وقت شما بخیر جناب فروتن صاحب. تشکر، خوش باشید. ما هم خدمت شما همکاران عزیز و تمام روزداران و مسلمانان در داخل و خارج کشور السلام علیکم و رحمت و برکاته عرض می دارم. سلامت باشین. طاعت عبادتتان بازم قبول باشه. موضوع برنامه ما در رابطه با استغفار گفتن در زندگی روزدار. بله، دهه دوم ماه مبارک رمضان و در مجموع هر سه دهه ماه مبارک رمضان و خصوصا دهه دوم ماه مبارک رمضان دهه استغفار است. استغفار یعنی طلب مغفرت از الله، و طلب مغفرت از الله به این معنا که الله تعالی بر سر گناه های گناهکاران پرده بیندازد و این گناه بین الله و بین بنده معلوم باشد، ولی در حقیقت الله تعالی این گناه انسان بخشیده باشد. و وقتی که ما میگوییم استغفر الله به این معنا که یا الله تو بر سر گناه های ما پرده بینداز و ما را در دنیا و آخرت نشرمان. رسول صلی الله علیه و سلم در رابطه به اصل استغفار در ماه مبارک رمضان میفرماید: رغم أنف من أدرك رمضان ثم لم يغفر له قلت آمين. جبرائيل عليه الصلاة والسلام آمد و دعای بد کرد و فرمود خوار شود، ذلیل شود کسی که به مثل ماه مبارک رمضان یک ماه پرفیض و موسم استغفار را پیدا بکند، ولی استغفر الله نگوید و در نتیجه ماه مبارک رمضان بیرون شود و این انسان بخشیده نشود. رسول صلی الله علیه و سلم این دعای بعد حضرت جبریل را آمین گفت، به این معنا که در این ماه بیشتر و زیادتر مسلمان و روزدار استغفر الله بگوید تا باشد که تا آخر ماه مبارک رمضان را تمام گناهانش را الله سبحانه و تعالی. بسیار خوب جناب فروتن صاحب، بجز از اینکه گناه ها بخشیده میشه، چی تأثیر دیگه بالای انسان ها، بالای کسایی که روزدار هستن چی داره؟ و این روزدار از گناه چنان پاک باشد مثل که جدیدن از مادر تولد شده باشد. بله، موضوع برنامه ما در رابطه با استغفار، تأثیر استغفار بالای روزدار، بالای افراد و اشخاصی که همیشه استغفار میگن. شماره تماس ما هم 2222 هست. شما هموطنان عزیز که سوال در رابطه با استغفار گفتن دارین و یکی بیشتر بدانین بفهمین، سوالات ما با جناب مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن مطرح می‌سازیم و
دیدگاه شما را هم می داشته باشیم. خب 22 و 85 فشار بدین. اینه در ماه مبارک رمضان باید ما بیشتر استغفار بگیم. سونیتا تماس ما قطع شد تا اینکه دوباره وصل شوه. یعنی استغفار گفتن نه تنها در ماه مبارک رمضان، باید ما در سایر روزهای دیگه، ماهای دیگه باید استغفار بگیم تا خداوند از گناهان ما درگذره و ما را مورد آمرزش قرار بده. بله، و ماه مبارک رمضان که بهترین فرصت یا فرصت طلایی است به خاطر استغفار الله گفتن و ای که خداوند بر گناهایی که ما خواسته یا ناخواسته انجام دادیم پرده بپوشاند، موقع خوبی است. پس تا زمانی که ماه مبارک رمضان از دست نرفته و موقع داریم، از این فرصت استثنایی استفاده کنیم تا که خداوند پاک و بی‌نیاز گناهای ما را به دربار عظیم بزرگ خود ببخشاید. و کاش دوباره تماس ما برقرار شه با جناب استاد و بپرسیم که کدام زمان در ماه مبارک رمضان، کدام اوقات بیشتر استغفار الله گفتن میتونه که استغفار گفتن فایده و یا هم ثواب و اجر داشته باشه. من فکر کنم که در اوقات افطار، در این لحظاتی که ما و شما فعلا قرار داریم، خیلی زیاد ثواب داشته باشه اگر ما استغفار بگوییم، میتونه که خداوند زودتر گناه های ما رو ببخشه در وقت نماز، بعد از نماز تراویح. یعنی اوقات خاص در بین ماها، سالها و روزها، بعضی از ماها خاص از بعضی از روزها، مثلا بعضی از شب ها که شب قدر، شب خاص از ما در دیدوم قرار داریم، شب های تاق باز میتونه که البته شبهای قدر باشه، در این شبها ما استغفار بگیم که میتونه که تاثیرات مثبت باشه. ما خیلی گپا یا خیلی سوالات زیاد داشتیم در رابطه با استغفار که از جناب مفتی صاحب باید سوال میکنیم. یکی از اثرات مهم استغفار گفتن تاثیر مثبت بالای اخلاق داره، که ما باید اخلاق نیکو داشته باشیم، یعنی باید اخلاق هم رعایت بکنیم در جامعه که زندگی میکنیم، در فامیل و همچنان در اجتماع امروزی. یعنی باید ما اخلاق در اولویت قرار بدیم، اخلاق باید پیشه بگیریم، برخورد نیکو داشته باشیم با مردم، با خانواده، با هم اعضا، با هم دوستای بله خود. یعنی زمانی که ما در کل وقتی که استغفار میگیم به گناه خود اعتراف میکنیم، گناهی را که انجام دادیم نزد خالق خود بیان میکنیم، بدون تردید از ما یک فرد صالح و رستگار میسازه که ما به این ترتیب میتونیم یک شخص امانتدار خوب شویم، یک شخص شویم که همیشه صله رحم قطع نکنیم و به صله رحم ادامه بدیم و یا هم بپردازیم، دروغ نگیم، بعد از متوجه باشیم که گناهایی را انجام ندهیم. اگر ما استغفار گفتن به خود عادت بدیم و همیشه اعتراف کنیم به گناهایی که انجام دادیم و از خداوند بخشش و آمرزش بخواهیم، بدون تردید ما یک شخص صالح و خوب و یک شخص رستگار خواهیم بود. و یکی از اثرات خوب استغفار گفتن این است که ما هیچگاه غیبت، بهتان، سخنچینی هم نمیکنیم، فقط مسلمان واقعی میباشیم و همیشه کسی میباشیم که بنده مخلص خداوند. این استغفار هر قدر که بگوییم این تاثیرات به سزایی داره، تاثیرات خیلی خوبی داره. همین قسمی که گفتیم اخلاق، قسمی که گفتیم بوتان، دروغ گفتن و سخنچینی، قسمی که شما هم اشاره کردین که صله رحیم، زمانی که آدم دوست می داشته باشه، اقارب می داشته باشه، طبعا رفت آمد باید باشه. زمانی که انسان استغفار میگه، باز او باعث میشه که رفت آمد و صله رحیم از بین هم نمیره. بله، بدون تردید دین مبین اسلام دین کامل و جامع است و هر توصیه و راهنمودش برای زندگی انسان هاری است مفیدیت نیست. مثل ماه مبارک رمضان و گرفتن 30 روز ماه مبارک رمضان و هر دهه ماه مبارک رمضان که ویژگی خاص و سزای خدا به خاطر مفاد انسان داره. ماه مبارک رمضان ماهی است که از اول تا انتهایش برای انسان‌ها رحمت، مغفرت و رهایی از آتش دوزخ است. پس تا این ماه پر فیض و برکت نرفته، از پیش ما، از دست ما نرفته، باید ما از تمام اوقات از این نهایت استفاده را بریم و به دربار خداوند پاک و بی‌نیاز دعا و استغفار کنیم تا که خداوند گناه‌های ما را ببخشه و یک سال سرتاسری و دائمی در کشور ما افغانستان بیاره و همچنان ما را از شر ویروس کرونا که تمام جهان تکان داد و یک فاجعه بزرگ انسانی را به بار آورده، کشور عزیز ما افغانستان در افز امان خود نگاه کنه و زودترین فرصت این ویروس از افغانستان هم گم کنه، که متاسفانه این روزها میبینیم آمارهای تکان دهنده اعلام میشه و به این ترتیب استرس و هم پریشانی از آی جامعه و همچنین خانواده ها بیشتر و بیشتر از قبل میشه. دقیقاً یک چیز دیگه هم اگر دقت کرده باشین سنتو جان، که ماه مبارک رمضان یک مکتب است، یک پانتون است. اینقدر آدم آماده میسازه که هر لحظه، هر وقت که متوجه میشید یک کار نادرست خیلی انجام بدی، متوجه میشید میگه من خود در ماه رمضان قرار دارم. اما این ماه رمضان یک درس است که باید ما انسان ها بیشتر دقت بکنیم، بیشتر توجه بکنیم، یعنی بیاموزیم این یک ماه را با سر مشق خود در 11 ماه دیگه قرار بدیم و اون 11 ماه دیگه رو
به این شکل اگر پیش بریم، ما میتونیم که بگوییم ما یک انسان واقعی، یک انسان کامل، یک انسان خوب در جامعه خود هستیم و میباشیم. ما جای تاسف است که امین که ماه مبارک رمضان به اتمام میرسه ما فراموش میکنیم که ما کی بودیم، ماه مبارک رمضان چگونه سپری شد. واقعا نکته خوبی را اشاره کردی جمشید جان. خودت ای که ماه مبارک رمضان میتونه یک درس مهمی برای زندگی انسان ها باشه، به خاطر 11 ماه دیگر که ما زندگی میکنیم، اگر ما رفتار گفتار ما مانند ماه مبارک رمضان باشه، سکنات ما مانند ماه مبارک رمضان باشه، بدون تردید مشکلاتی را که امروز در خانواده ها وجود داره، امروز در جامعه و در اجتماع وجود داره، از هم از بین میره و به این ترتیب ما میتونیم که یک جامعه خوب داشته باشیم. مثلا در ماه مبارک رمضان ما همیشه دست کمک و یاری داریم و دیگران کمک میکنیم در صورتی که توانایی داریم، اما همین که ماه مبارک رمضان به ما میرسه کمک فراموش میکنیم. خب گپ از کمک شد، باز هم همکار خوب ما وارد جان مجددی سراغ خانواده را گرفته و از کمک های بنیاد بیاد این خانواده را کمک کرده. اینکه مشکلات این خانواده از چی قرار است و با چی مشکلات زندگی را به سر میبره، جا داره که در این بسته کمکی مشاهده کنیم.